با درود به یاران، همراهان، بینندگان تلویزیون ایران فردا. عجیب این لحظاتی که با هم هستیم در این روز و شنیدن پیام‌های شما برای من دلپذیره، چون نمیدونم چی گفتید و وقتی پخش میشه میشنوم هر بار بیشتر خوشحال میشم. دو سه تا پیام بود که اشاره شده بود من پخش نکنم ولی بهش اشاره کنم. بانوی تلفن زده بودن که تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. و اینکه آقای نوریزاده، ما شما رو به خاطر حرفاتون، افکارتون و این مسائل علاقمندیم و دنبال میکنیم. اون انگشتر رو نمیدونم، ساعت و کروات و اینا برای ما مهم نیست. من به این بانوی عزیز و بعضی از دیگرانی که ما رو در حد صاحب کارخانه کروات هم بالا بردن، اینو براتون بگم. من از کلاس 5 ابتدایی کروات میزنم، دوست دارم، انگشتر و عینک رو دوست دارم. این ایرادی نیست بر من، من اینجوریم. هر آدمی یه جور ساخته شده با یه مدل. من توی خونم هم که هستم رعایت میکنم، یعنی این یه چیز جز ذات من شده. شما توی ایراد بگه آچه انگشتر دستته، من دوست دارم، من خیلی انگشتر دارم. از کلاس ششم هفتم هم دستم میکردم و هم توی کراوات میزدم. بچه های دبیرستانی یادشونه من چجوری. عکسای من رو نگاه بکنید از قدیم، یه مقدار تو فیسبوک هم هست، میبینید من همین بودم. بنابراین هیچ تغییری به خودم ندادم، به خاطر اینکه جلو دوربین نشستم یا قبلا پشت میکروفون رادیو بودم یا مقاله مینوشتم یا روزنامه اطلاعات بودم، همیشه همینجوری بودم. و این رو به حساب این نذارید که بنده میام به شما انگشترامو نشون بدم، نه، اینو دستمه. به مناسبتی هم روزی لباسی پوشیدم، ممکنه کراواتی با اون لباس یا انگشتری با اون لباس دستم بکنم. طبیعت بنده است. این رو بر من ببخشایید اگر از نظر شما بده. بانوی دیگری که خودشون شاعرن ایراد گرفته بودن از زندیات احمد شاملو که آقا من شعرهای ایشون رو متوجه نمیشم و شعر سپید رو دوست ندارم. ببینید بانوی نازنین، خیلی ها توی این مملکت اومدن چرندیاتی رو زیر هم نوشتن به اسم شعر سپید. کجان؟ حضور ندارن. چند صد شاعر اومدن و اینا رو زیر هم کردن، یه شاملو و یه احمد رضا احمدی موندن، برای اینکه این دوتن شاعرن و شاعر بودن. شما با چه واژه‌ای میخواید بگید آنچه را شاملو میگه؟ آیا دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم؟ و شما متوجه نمیشید. حالا گاهی اوقات شعرهای شاملو یه مقدار پیچیده تره، فلسفه داره توش، خط عشقی که داری خود باید تعامل بیشتری کرد. وقتی احمد رضا احمدی میگه یک شهر فریاد میزند آری، کبوتری خسته به کناری برجکی کهنه میآید و میگوید نه، متوجه نمیشید. به هر روی، شعر بازیافت خودش رو در ماندگاریش میدون ببینه. شعر شاملو ماندگاره، چنان که شعر سیمین بانوی بهبهانی، چنان که شعر نادرپور، مشیری، اخوان، سایه، اینا میمونه. احمد رضا احمدی، با احمد رضا چه موج نوعی اومد و چه کسایی اومدن، فقط احمد رضا مونده. بله، بعضی از پیام ها هست که دو دوستم، یکی از آلمان بود که علاقه من بودن آقای دکتری با آقای لیمونادی صحبت کنن، پیدا بود از دوستان قدیمشونن که من با آقای لیمونادی دادم. و نازنینی از آمریکا زنگ زده بودن، من چند بار بهشون زنگ زدم. و آقای خلج از ایران که من چندین بار زنگ زدم و شمارهشون متاسفانه جواب. حالا میریم اندک اندک جمع مستان میرسند و ما گوش میدیم به پیام های شما. یکی دو نکته هم از حالا سعی میکنم در طول برنامه اشاره بکنم راجع به برنامه ها و افت و خیز هایی که داشتیم. ماشاءالله عباس‌زاده نیاز داشت واقعا مرخصی، باید میرفت. در این حال
داشت به یه سفر طولانی تر میرفت. چند روزی ما هفته گذشته خبر رو از شکل طبیعیش که داشتیم خارج شده بود، ولی همکار دیگرم خانم شیرازی که دبیر خبر هست زحمتشو کشید و اون مقدمه رو ایشون ادا کرد. آقای عباس زاده از چهارشنبه دوباره در برنامه خودش صفحه یک ظاهر خواهد شد و یکی از مشکل ترین بخش های مهمی بخش خبره. به هر حال بریم گوش بدیم ببینیم آنچه دل تنگتان میخواسته چه بوده. هموطنی روی خطن بفرمایید. سلام، ممنون از شما. من بیننده جدیدتون هستم، یک ماه تلویزیونتون نگاه میکنم و خیلی لذت میبرم از همه برنامه هاتون، مخصوصا پنجره رو به خانه پدری آقای نوریزاده و برنامه آقای شاهین پرس. دستتون درد نکنه، موفق باشین. زنگ دارم که تشکر کنم. خیلی متشکر، خدا نگهدار. سپاسگزارم بانوی عزیز و خوشحال که بیننده دیگری هم به ما اضافه شد. هموطن بعدی. با سلام و طول عمر بیشتر برای دکتر نوریزاده عزیز، میخواستم با اجازه ایشون یه پیغامی برای آقای خامنه ای بفرستم. من به عنوان یک شهروند ایرانی که ایشون از جیب ما ملت داره خرج میکنه، میخواستم اینا واقعا ایشون چه قدرتی از خودش داره؟ آیا قدرتش اینه که تمام کاراش آقای وحید حقانی باید برای ایشون تکلیف معلوم کنه؟ ایشون اگر راست میگه یک کتاب مثل فرخی یزدی بگیره دستش، اگر هم وحید حقانی نزد تو موشش هرچی گفت درسته. چه رهبری ایشون داره؟ آخه رهبری که هیچ که حرفش گوش نمیگیره، فقط نشسته و بالا از پول ما ملت خرج میکنه. بگو من آخرین بار هم که شده بلند شد یه جلو مردم از مردم عذرخواهی کن، شاید یه عده چند بالاخره اکثر تخطیلاتت گذاشتم. قربانت، خدا نگهدار. سپاسگزارم هموطن عزیزم. بله، این آقای وحید حقانیان داستانی شده. به هر کوشه سر میزنید، هر گوشه فسادی است، یک خط نامرئی به ایشون وصل میکنه. عجیبه، آدمی که به خاطر اینکه خودش روی آقای خامنه ای انداخت بعد از اون انفجار مسجد راهن نور چشمی شد و تا امروز ایشون همه کار است. تمام بیت و دفتر دست ایشونه، بقیه نوکری ایشون رو میکنن. اسخر اجازی هم البته پشت پرده دستگاه امنیتی آقا رو میچرخونه. اینا رو میگفتم، یک دوستی توسط محمد رضا شاهی پیغامی برای من داده بود که به فلانی بگید ما همون همکار قدیمی هستیم. بعد فیسبوکش هم فرستاده بود، من رفتم رو فیسبوکش، خیلی جالب بود. عین این چه بگویم، عمرای داستان هزار و یک شب نشسته بود، دو نگار تایلندی هم در کنارش، تاجم به سرش گذاشته بود. جالب بود، گفتم خب خوبه. به هر حال در سنینی که برف پیری بر سر نشسته، مصاحبت جوانان رو انتخاب کرده بود. هموطن بعدی. درود بر شما جناب آقای دکتر نوریزاده. من از ایران صحبت میکنم و مردم ایران هم خیلی خاطرتون رو دوست دارم. فقط میخواستم جریان اینه که مردم چرا باور میکنید؟ مردم حسن شوکه زده شده بودن این باور. فقط ای کاش آقای بختیار، شاپور بختیار یک کاری میکرد. این وزرا، این چیزی، کسایی که توی زندان بازدار شده بودن آزاد میکرد، که اینا میرفتن که به دست اینا نمیافتاد کشته میشد. از مثل هویدا، خیلی کسا، تیمسا علی نصیری، تیمسا حسن، خیلی کسا تو زندان که گذاشت، اینا تو زندان بودن، بعدا زندان صاحب شدن. تیمسا علی نصیری آمد فرار بکنه، سنگ زدن سرشش میدن، خیلی دازه تمام این چیزا بودی. ولی اینقدر بلان سخت بخلی که هر دست هر کسی یه اسلحه بود، راحت می کنشن، کسی هم جوابگو نبود. خیلی ممنون، خدا سر. بانوی گرامی، من حداقل یه چیزایی رو در این ماجرا می دونم. اولا زندانی ها دست های دکتر بختیار نبود،
پادشاه موافقت با زندانی کردنشون کرد و حکومت نظامی اونا رو داشت و اغلب در زندان عشرت آباد بودن، در زندان نظامی بودن. آقای دکتر بختیار که اومد، بعضن از این زندانیا آزاد شدن. مرحوم اویدا اصلا باور نداشت که گناهی مرتکب شده، خودش خودشو معرفی کرد، از زندان اومد بیرون و خودش با آقای دکتر یزدی زنگ زد و خودشو معرفی کرد، چون گناهی مرتکب نشده بود. و خیلی های دیگه، مهندس روحانی، آزمون، بقیه شون همه. به هر حال گیوتین انقلاب خون میطلبید و خیلی از آدمای بیگناه کشته شد. حتی گناهکار باید مجال دفاع از خود داشته باشه. چنین مجالی را آقای خمینی به کسی نداد و البته بیش از آقای خمینی چپ‌ها و مجاهدینی که در دادستانی انقلاب رخنه کرده بودند تا بالاترین سطوح، اونا بودند. این مجاهدین و چپ‌ها بودند که هر روز ندای انحلال ارتش رو سر دادن. همین کاری که تو عراق شد نتیجه‌اش رو دیدیم. هموطن بعدی، من روزهای خوب و خوشی رو برای همه کارکنان، برای ملت ایران آرزو بکنم. با درود فراوان خدمت همه. جناب نمی‌دونه 37 ساله که این اوموتیزی در خارج از کشور داره فعالیت میکنه، به قول خودشون البته، چه کاری کردن، چه قدمی پیش گذاشتن برای رهایی و نجات ملت؟ جز این که فقط بشینن اعلامیه بدن، با هم بشینن تو مجلسی بشینن گپ بزنن، سخنرانی بکنن، نمیدونم نهاری بخورن، شامی بخورن، چه کردن؟ این رژیم روز به روز محکمتر و فاسدتر و جانیتر و نمیدونم دروغگوتر داره میشه. خب آخه اگر نمیخواد با پوتوسیم کاری نمیتونه بکنه، بگه بابا نمیتونید، مردم چه سرگرم میکنید؟ حقوق بشر چه کاری کرده؟ یه دیگه فقط اعلامیه بده. بابا این دولت اوباما، دولت انگلیس، کامرون، نمیدونم مرکل و همه اینا خواهان جون در جون این رژیم هست. اینا از خود خامنه ای و از این رفسنجانی و از این نمیدونم بسته برادران تفنگدارا، از همه شون بیشتر این رژیم رو بخوام پا برجا باشه. اسلحه میپوشن، نفت مفت میبرن، کشورها رو نابود میکنن، مردم رو میکشن. این کارتل هایی که نشستن دارن واسه 700 سال آینده ملت رو تصمیم گرفتن. و به دیفه خب چی کار بکنه همش میگه فلان، خب چی دیدیم بود این 37 سال؟ مرسی هموطن من. اولا اپوزیسیون میخوان چی کار بکنه؟ اپوزیسیون چه امکاناتی داره؟ همین صدایی و حرفی و سخنی و بیانیه. اون اپوزیسیونی که همدست صدام حسین بود، لشکر ظفر جنی داشت، تانک داشت، هلیکوپتر داشت، چیکار کرد؟ 4-5 هزار تا بچه های شما رو به کشتن داد. اپوزیسیون چیکار با... شما اگه فکر کنید دولت آمریکا الان میاد یه گروه اپوزیسیون رو برمیداره، کمک میکنه، میاره میشونه تو ایران، این اشتباهه. چنین فضایی نیست. این خود شما تو ایران هستید. اگر شما به پا خواستید، حرکتی نشون دادید، مثل جنبش سبز، دیدید که اپوزیسیون چه حرکت فعالانه ای کرد. اپوزیسیون چشمش به داخل ایرانه، ولی خودش اصلا معنا نداره. اپوزیسیون چیکار میتونه بکنه؟ جلسه بگیره اینجا، سخنرانی کنه، از جنایات رژیم بگه. شما اودینس حقیقی هستید، شما هستید که باید پاسخ بدید، ولی اپوزیسیون با دیوار داره حرف میزنه. البته من هزار ایراد به اپوزیسیون دارم، این نفاق، خودپرستی، اینا همه هست، ولی در کل اپوزیسیون از یه حد معینی بیشتر کاری نمیتونه بکنه. آگاه کنه، دنیا رو تبلیغ کنه، لابی کنه، جلوی بازی های جمهوری اسلامی رو بگیره، رسواش کنه. شما فهم کنید کار قطعه زنجیره‌ای رو جهانی کردن کار کوچکی بود؟ نه. متعاب ببین دوست من، اون طرف باید از خودش همتی نشون بده. نمیگم پای گود نشستم و میگم لنگش کن، نه، چنین نیست. مشکلات شما رو میدونم، ولی شما در مصر 30 میلیون مصری اومدن علیه محمد مرسی، بعد ارتش اومد وسط. از کجا میدونین اگه 30 میلیون ایرانی نیان به میدون ارتش ما نیاد وسط؟
حتی سپاه تو سپاه آدمای ملی و عاشق ایران خیلی پیدا میشن که به مردمشون گلوله نمیزنن. اون حرکت باید باشه. الان در همین عراق با همه بدبختی و داعش گرفتاری، مردمی که اومدن حیدر عبادی رو مجبور به گرفتن تصمیمای تکون دهنده، شما بیاید بگی آقا ما شورای نگهبان قبول نداریم، این که دیگه مسئله ای نیست. 2 میلیون آدم تو خیابون بگن شورای نگهبان نمیخوایم، رژیم مجبوره عقب بنشینه، چقدر میتونه بکشه؟ الان دیگه نمیتونه. یادتون باشه قرارداد اتمی فقط قرارداد اتمی نیست، تغییر سلوک هم هست. هموطن بعدی، خسته نباشید. خواستم تقاضا کنم از تلویزیون ایران فردا اگر میتونم یه برنامه بذارم راجع به این که آیا کسی میتونه قبل از اینکه این گیمی کارتر لعنتی بمیره یه مصاحبه باش بکنه، ببینیم شاید اعتراف کرد که بدبختی ما توسط اون انجام شده. خیلی ممنونم، سپاسگزارم دوست من. آقای کارتر حالش خیلی بدتر از ایناست، تصور نمیکنم ایشون قادر به انجام مصاحبه باشه، ولی فکر میکنیم میاد اقرار کنه. نه نه. هموطن بعدی، در خبرها شنیدیم که مغز آقای جیمی کارتر این ابرناب به کلتن سرطانی شده، کسی که شاه ایران را تحت فشار گذاشت تا فضای باز سیاسی ایجاد کنند، درست در زمانی که ایران آمادگی چنین فضایی را نداشت و ملایان و آخوندها هم فرصت را غنیمت شمرده و اسلام را علام کردن و آشوب و غلبا بپا کردن و بعد هم با همین ملایان پنهانی وارد معامله شد، ایران عزیز من را ویران کردن. جالب اینجا که رسانه های خارجی شادی مردم ایران را در این باره زیاد انعکاس نمی دهند. بله مرسی عزیزم. تلخه از مرگیه که انسان یا بیماریش عده خوشحال بشن. ببینید آدم باید چه جور زندگی بکنه چنین اتفاقی نیفته. هموطن بعدی من، عرض ادب احترام دارم جناب دکتر نیروزاده عزیز، از مشهد استان خراسان صحبت میکنم. جناب دکتر، من برنامه یک شنبه شما رو نگاه میکنم، یک شنبه پیام ها رو گذاشته بودید و دو شخصی اومدن پیام گذاشتن درباره جناب دکتر مرحوم دکتر بختیار که به خوبی و زیبایی دفاع کردیم و درست هم بود، و یک خانم دبیری از ایران تماس گرفت و از شاهزاده یا ولیعهد ایران انتقاد کردن یا گفتن طرفدار نداره. ولی حالا بگیم تو 80 میلیون یک نفر ایشون طرفدار داره. خانم دبیر عزیز، شما مدیون ایشون و پدر ایشون هستین که میتونین الان رانندگی بکنید و حق انتخاب داشتید، حق حجاب داشتید، چرا وقتتون میذارید به این تلویزیون که تلویزیون ملی هستش تماس میگیرید این حرف رو بزنید؟ شما نمیبینید که بچه ها و دخترتون پسرتون چه روزی افتادن در ایران؟ چرا باید اینقدر بگن که ما ایرانی لیاقت اون همین جمهوری اسلامی؟ خانم عزیز یک دقیقه فکر کن بعد تماس بگیر. ما مدیون دکتر مصدق، دکتر شاپور بختیار، رضا شاه و محمد پهلوی هستیم. پسر ایشون هم که در رابطه دموکراسی و حقوق بشر شما داره صحبت میکنه که الان ندارید. ممنونم دوست عزیزم. 6 میلیارد پوند فقط پسر آقای خامنه ای به کشور انگلیس کاخ سلطنتی فقط نفت و کمیسیون گرفته. 6 میلیارد پوند، خودتون دیگه بشمارید. روز خوبی داشته باشید جناب دکتر. ممنونم دوست عزیزم. اتفاقا مثل که شما برای من ایمیل زده بودی که من صداتو پخش نکردم، نشنیده بودم، ولی امروز پخش شد خدا رو شکر. دوست دیگری از مشهد به من اینو گفته بود. در حال دوستان این پیاما که میاد، همکار عزیزم آرش، اینا رو
کنار هم میشینه برای من میفرسته، من دیگه گوش نمیدم، میام تو استودیو رامین پلی میکنه منم جواب میدم، هیچ وقت گوش نمیکنم. یه سری پیاماست خصوصی، اونا رو آرش جدا میکنه برای من میفرسته، اونا رو گوش میدم، ولی نه اینا رو. بنابراین اگر دوستی از مشهد پیام میفرستاده بود، اگر پیام برای من بود روش اشاره کنین خصوصیه، اگه پیام عام برای تلویزیون بود که خب میاد و پخشم میشه. هموطن بعدی. سلام از کردم آقای میرزاده، امیدوارم که همشه معید باشید. من یه عرض داشتم در رابطه با برنامه تو. اول اینکه خواستم از تو خواهش کنم که من چون خودم این مادر داغ‌دیده هستم، این برنامه‌ای که پخش میکنی در رابطه با داعش و این کشتار که خب سلما در ایران هم از اتفاقا زیاد افتاده و میفته رو پخش نکنی. و یکی دیگه هم که دلم خواست ازتون خواهش کنم که درم گذارتون وقتی که یه برنامه رو برنامه ریزی میکنن به این حیثیت تلویزیون ایران فردا میمید باید توجه کنن و در ضمن تاریخ ایران ما خیلی راحت و خیلی ارزون فروخته شده، دیگه دلیل نداره که مثل آقای سازگارات که اومدن تو برنامه آقای میبودی و با یک حساب گفتار خیلی ناپسندی در که در خود ایشون نیست، اگه واقعا ایشون دکتر هستن و ادعا میکنن که دکترن، که در رابطه با این که از اول انقلاب داشتن خاطراتشون میگفتن، گفتن که پدر من در زندگی موردی گفتن که خوب شد این مرتیکه رو که ببخشید، یعنی الوازت رو میگفتن این مرتیکه رو از مملکت کردید بیرون. واقعا متاسفم برای ایشون، ما تاریخمون همطور که عرض کردم به همین راحتی فروخته شده، دیگه نباید تاریخ ایران ما حالا هم تازه بیاد اینطور مورد شماتت قرار بگیره. تشکر میکنم، در ضمن از تو خواهش میکنم که بعضی از پیام‌ها رو اگر براتون امکان داره دوبار پخش کنه، چون امکان داره که شنیده نشه و اگر خودتون صلاح میدونید پیامی که به درد میخوره رو دوبار پخش بفرمایید. خیلی ممنون، خسته نباشید، تلویزیونتون خیلی عالیه، خیلی برنامه‌تون با ارزشه، واقعا خط میدین از نظر فکری به ما، دستتون درد نکنه. سپاسگزارم بانوی عزیز، بانوی گرامی، کاملا حق با شماست. من هم وقتی اون جمله رو شنیدم شوکه شدم. مطمئنم آقای دکتر سازگارم قصدش این نبود و همون اون حرفی رو که مرحوم پدرش زده بود عنوان کرد. بسیار من متاسفم. پادشاه فقید ایران مرتیکه نبود. پادشاه فقید ایران پادشاه ایران بود. میتونیم دوستش داشته باشیم، باش مخالف باشیم یا هر چی طرفدارش باشیم. هرگز نباید با این عناوین، این واژگان و این چیزایی که دست پرورده یه مش گروه های افراطی و اسلامی های حاکم بود، نباید دنبال این بریم. با ناسزا با افراد برخورد نکنیم. دو شرط طلایی تو تلویزیون ما اینه: آیت الله خامنه ای آیت الله خامنه ای آیت الله خوبی نیست، یا اگه به آیت الله قبولش نداریم آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه. محمد رضا شاه پهلوی هم پادشاه ایران بود و ما بهش دین بسیار داریم، یادمون باش. مشکلات باش داشتیم، انتقادهای زیادی داریم، اما دین بسیاری هم به آن پدر و پسر داریم. هموطن بعدی. پیامم بود اینه که شاخه های شاخیتره چیه که در رابطه با تاریخ صحبت میکنه زنگ زدن. اگر شماره مفتاده به این بود زنگ بزنه. این که همش از حکومت های بعد از اسلام بدگویی میکنه، نمیدونم ریشه های تاریخی رو ما به این روز رسیدیم. میخواستم صحبت بکنم، اگر همون سامانیان سامان اغلاره یا غزنوی ها یا سلجوقی ها یا خوارزمیش ها یا اون روز نبودن، ما هم مثل مصر و یا سایر کشورهایی که امروز عرب شدن عرب شده بودیم. فداکاری های اونها، زانفشانی های اونها
اونها بوده که ما امروز زبان دری رو در ایران صحبت می کنیم که امروز شما اسمش رو می فرمایید فارسیه. این زبان دری مخصوص دربار، این فرهنگ مخصوص دربار سامانیان و غزنویان و سلجوقیان بوده. اونها به وجود آوردن این فرهنگ رو، اونها نشر و انتشار دادن، از دست اعراب ایران امروزی رو نجات دادن. چطور این همه فداکاری ها اونها رو در نظر نمیگیره این آقا؟ همش بدگویی، همش بدگویی. مگر میشه که تمام حکومت هایی که از ببین دوست من، چون حرفتون کاملا روشنه آقای ناصر شاهین‌پر، همش بدگویی اتفاقا سامانیان رو ایشون تجلیل کرد، برای اینکه سامانیان تنها سلسله‌ای بودن که وقتی اومدن تلاششون برای این بود که اون فرهنگ فارسی رو، فرهنگ ایرانی رو، فرهنگ ساسانی رو احیا بکنن و زبان فارسی رو، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی رو. حتی غزنویان با وجود اینکه غزنویان ترک زبان بودن، ولی نقش اساسی در رشد زبان و ادبیات فارسی داشتن، محمود به خصوص و شماری از بزرگترین نویسندگان و شعرا در دربارشون بودن. سلجوقی ها نه زیاد، این در سال یه دوران کوتاهی ملکشاه، بقیه شون نه. ولی ناصر شاهین‌پر واقعیت های تاریخی را میگه دیگه، و میگه در زمان سلجوقیان چه اتفاقایی هم افتاد. اگر بپذیریم حسن صباه یک ایرانی آزاده بود که میخواست وطنش رو از چنگ بیگانه نجات بده، وقت میتونیم بفهمیم که چه تعارضی بین اونها و سلجوقیان بود. باری تاریخ حکم آینه دارد، گفت گر روی زشت زشت نماید در آینه، مرد حکیم خورده نگیرد بر آینه. روی تو در زمانه بماند چنان که هست. تاریخ حکم آینه دارد، هر آینه. هموطن بعدی. جناب آقای نوری‌زاده سلام عرض میکنم و لازم میدم به سه مورد اشاره کوتاهی داشته باشم. ابتدا عرض میکنم جناب آقای حقا اسناد هستید و از اطلاعات اضافی برخورداریم و ما هم به قدر بضاعتمون بهره میبریم که بی مناسبت نیست یک بیت شعر رو به شما تقدیم کنم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. دوم تقاضا دارم سرکار خانم گردآفری را علی‌حد مورد تشویق قرار دهید. انصافا این بانوی بزرگوار در زمینه شاهنامه خوانی انسان برجسته‌ای هستم. شخصا از این بانوی گرامی سپاسگزارم که به شاهنامه وصل کردم. دوم از سرکار خانمی که برنامه چهارسو رو اجرا میکنن تشکر و سپاسگزاری میکنم. علاوه بر این که شخصیتا بسیار شیرین و دوست داشتنی هستم، از طرفی بسیار زیبا و ظریف برنامه را با مخاطب گره میزنم. با سلام، با تشکر و احترام، ایرانی هستم از خانه پدری. بسیار ممنونم هموطن عزیزم از خانه پدری. واژگان معلوم بود از خانه پدری است، از اونجا برمیخیزه که دل ما چقدر تنگ شده. دست مرا بگیر، واقعا پر میزنه دلم. هموطن بعدی. با سلام و تشکر از مدیریت محترم و گردانندگان تلویزیون پربیننده ایران فردا، در اینجا خواستم تشکر ویژه‌ای از آقای امیر خسرو جردی، این مجری و مفسر توانا و مسلط به امور ورزشی داشته باشم، چون کمتر نامی از ایشان برده می شود. ایشان با سلیقه و روح ورزشی خودشان در انتخاب با دوستان ورزشی بهترین و آخرین مصاحبه های روز را از نقاط مختلف به نظر دوستداران ورزش دوست خودشان به خوبی می رسانند. ما هم نهایت سپاس و تشکر را از ایشان و از همه تلاشگران تلویزیون محترم ایران فردا را داریم. همیشه تندرست و شاد باشید. سپاسگزارم، یار وفادار و
همیشه همراه ما. پیام دیگری رو میشنویم. رضا شاه پهلوی با اون برنامه اصلاحات ارزش یک کمونیست بود. حالا ممکنه بگیم که رفیق امریکا بود، چاوشسکو هم رفیق امریکا بود، تیتو هم رفیق امریکا بود، ولی اون برنامه اصلاحات ارزش یک که از یکی زمین بگیری باغ بگیری بدی به یکی دیگه، این برنامه کمونیستیه. خیلی ممنون، خدا حافظ. حالا من نفهمیدم دوست عزیز شما به این برنامه موافق بود یا نبود. رضا شاه هم این کار نکرد، محمد رضا شاه کرد و اول اومد از املاک خالصه، املاک مال خودشون بود شروع کرد و بعد به بقیه املاک رسید، که حالا یه عده حالا اومدن ایراد میگیرن که شاه چرا اصلاحات ارزی کرد، نباید اصلاح. خیلی جالبه، من شنیدم خودم از یه آدمی که مدرن و در واقع تربیت شده در اون رژیمه ایراد میگیره که آقا چرا اصلاحات ارزی کردیم، ما اصلا فئودال نداشتیم. من خودم در اصفهان یادمه پسرخاله های پدرم می اومدن و صحبت میکردن از اون کارهایی که حالا اسمشو نمیخوام بیارم، از نوادگان ناصرالدین شاه در اونجا میکرد. فیلم شازده احتجاب یه گوشه رو نشون میداد و این در همه جای ایران بود. در لرستان میرفتی یه جور، در بختیاری، در جنوب، در شمال، در آذربایجان. پس کار بدی نبود. حالا شما کمونیست بود؟ نه نه، یه کامبینیشنی، یه آمیزه ای از بعضی اندیشه‌های سوسیالیستی انسانی که من خودم همیشه یک سوسیال دموکرات بودم و اعتقاد دارم به این راه دکتر بختیار، و بنابراین شاه هم به یک مطالبی رو در این بر میدید مورد توجهش بود. بعد یادم باشه قوام السلطنه پایه اصلاحات ارضی رو ریخت در برنامه حزب دموکراتش. بعد زنده یاد دکتر مصدق هم بهش اشاره کرد، در حالی که خودش هم یک زمیندار بود. اینا بسیار قابل تحمله، ولی کار بزرگی کرد شاه. هموطن بعدی. ما و کارکنان تلویزیون رادیو فردا ما برنامه‌شون رو مرتب نگاه می‌کنیم و خوشحالیم که آقای نوری‌زاده و آقای نوری‌زاده و آقای شالنگی مردم رو آگاه می‌کنه. میخواستم به آقای نوری‌زاده به خاطر سفرشون تبریک بگم. ما ایرانی ها خیلی خوشحال شدیم از اینکه پسرشون در این رتبه و در کارگردانی، دقیقا نمیدونم، من درست متوجه نشدم، کارگردان بودن ایشون. لطفا برای ما بشکافن کار ایشون و بیان تو تلویزیون صحبت کنن. مشکلی نیست که ایشون از پسرشون صحبت کنن، افتخار ما ایرانی ها. خدا نگهداری تام. ممنونم عزیزم. حتما نیما رو من میارم توی برنامه، خودم میشونمش. همیشه پسرها با پدرها حرف میزنن، یه بارم اجازه بدیم پدر با پسر حرف بزنه. بله، گفت شب وصال کم از صبح پادشاهی نیست، به شرط آن که پسر را پدر کند داماد. حالا پسر رو بیان بشیم سر تاس مصاحبه. نیما کارگردانه فیلم اولش پراجکت ایکس که در امریکا و اروپا پرفروشترین فیلم شد و الان هم در واقع میگن اسم این فیلم ها رو میذارن کلاسیک شد، یعنی خودش پایه یک سینما شد و قرار پروژه ایکس دوم هم ساخته بشه. فیلم دومش امریکن اولترا اسم داره و جسی آیزنبرگ توش بازی میکنه و اون هنرپیشه دیگه هم کریستین، یه دختر خیلی موفقی الان تو سینما، و خیلی از هنرپیشه‌های دیگه شما میشناسید. در امریکا الان روی اکران فرانسه، روی اکران 25 سپتامبر در بریتانیا میاد روی اکران، تو کانادا هم الان روی اکران، استرالیا هم اینجور، و در امریکا هم در 3000 سینما الان نمایش داده میشه. بله، این فیلم دومش در مقام کارگردان. سپاسگزارم از توجهتون به فرزند من. هموطن بعدی. جناب آقای دکتر نوری‌زاده با عرض سلام، نظر به این که ما هر دو در قضاوت خود نسبت به حکومت چند ماهه دکتر بختیار مصر هستیم، بهتر از قضاوت را با شنوندگان خود
قضاوت نهایی را به شما شنوندگان خود به شنوندگان خود موکول فرمایید. ثانیه این که فرمود ارتش ایران ملی نبوده در سطحی را میپذیرم، ولی افسران ملی فراوان بودند که میتوانست با مسئلت آنان از ورود این جرچومه فساد خودداری جلوگیری نماید و به زمین جانب آقای بختیار تحت فشار نظرات اجانب از جمله جنرال هایزر و دیگران از این اقدام ملی خودداری نمود و آن برای را به کشور خود به خود ناصر نمود. متشکرم. برای پاسخ یه من میگید. متشکرم. دوست عزیزم، من هرگز نگفتم ارتش ایران ملی نبوده. ارتش ایران ملی بوده، اتفاقا بخشی از فرماندهان بودن که ملی نبودن، که لیاقت اون مقامی رو که داشتن نداشتن و به علت بی‌لیاقتی و شخصیت حقیر در اون مقام گذاشته شده بودن. جم باید کنار زده می شد، آریانا کنار زده می شد، خیلی ها روزگار قبل‌تر از اون هدایت کنار زده می شد، عرفه اون کنار زده می شد، رزمارا کشته می شد، هر کدوم از این زاهدی اینا افسرهای لایقی بودن و این آخر ازهاری مونده بود که بشه نخست وزیر نظام. دکتر بختیار با کیا طرف بود؟ تو ارتشیا مرحوم ربیعی عاشق بختیار بود، ولی خود ربیعی تو دادگاه چیکار کرد؟ میمد بختیار رو میدید، گریه میکرد، میگو من کسی مثل شما ندیدم. بودن ارتش با شفقت تا آخر وفادار بود، ولی متاسفانه فردوس و آقای قره‌باغی که فردوس رو به دام کشید و دو سه تن دیگر سوگندشون رو از یاد بردن. و این فراموش نکنیم، بختیار دست و بالش در بند بود، نه در بند هویزر. اصلا بختیار هویزر رو قبول نداشت، گرفتار داخل بود، گرفتار همون فرماندهان ارتش بود، گرفتار رفقای ناجوان مردش بود، کسایی که در جبهه ملی خنجر رو در پشتش قبل از اینکه سالها قبل از اینکه آقای قاتلانش از ایران اعزام بشن و سرشو ببرن و دستشو ببرن، دوستانش خنجر رو در پشتش نشاندن. فکر میکنم مجال داریم یک پیام دیگرم گوش بدیم، میریم به پیام هموطنمون. سلام عرض میکنم خدمت آقای نوری‌زاده و همکارانشون. بهترین موقع پخش این برنامه ایران فردا همون 8:30 که امروز پخش شد. لطف کنید اگه میشه همین موقع پخش کنید، چون ساعت 7 ما بیرونی نمیتونیم برنامه رو ببینیم. خیلی متشکرم، خداحافظ. اون روز البته استثنائن بود، ولی حرف شما رو چند تن دیگه ای هم به من گفتن. توی فصل جدید شاید یه جابجایی در ساعت برنامه ها بکنیم. در حال آنچه شما میخواین برای من خیلی با ارزش مهمه که برنامه من یک ساعت دیرتر شروع بشه. احتمالا من که سیر نمیشم، که واقعا دوست دارم در مجلس شما باشم، ولی وقت تموم شد. ها اینم بگم، اشاره کردن خانومی اگر پیام ها رو دوباره پخش کنید، الان برنامه من دو بار در هفته پخش میشه، یه بار که نوبت اول هست روزی یک شنبه پخش میشه و یه نوبت هم که تکرارش پخش میشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت، این دفعه همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Yeah.